چند خانوار زندگی میکنه؟ اینجا دوربر 200 خانوار بیشتر. خیلی مشکل داره و بیکاری. الان من جوانمون هم از فقر و بدبختی دارن توی خمونه ولول میگردن. پسری دارم کلاس 9 تا کلاس 9 داره بسر مشکلات زندگی نمیتونه ادامه تحصیل بده. خاطر رضای خدا یه فکری به حال جوانامون کنن. جوانای آیندهمون. بیشتر جوانامون که بدبخت شدن. با این مواد همون خانمان سوز شدن. 12 سر بچه دارم. هیچ خدایی هم ندارم. یه خونه هم دارم قیگی. بیکارم. سرپرست 12 نفر. ده بچه ده. او الان مذرم نمو. او بعض زنه منه. بیار اینجا. تشریف داری به ما. این خونه خودمه. در یه اشکال دارم. نه تلویزیون این چی نه. اینجا دقیقا دیگه این اتاق تر نفر زندگیم. الان 6 نفر توی اتاق زندگیم. شما سرپرست دارین؟ نه. حاج خانم اینجا فقط خونه شماست دیگه. چند نفر اینجا زندگی میکنن؟ هایی تا دختر دارم. کارت چیه؟ کارم کارگری اکارگری بو اخو انو خودم و سر باین با میدون. با قید خورو نمیتونم نون پاتی همسی شده رو. من شرجیت مده او. خب یخچالت کجا؟ هیچ نه یخچال دارم نه هیچی هم نارم. ماه دو سال شب بوش بیکار از هیچ خدای ناره. هر که میره میبزیستی یا یه دفترکه هم بش نمیانه که برمش جب دار. من میرم سر میرو یه رو کار کنم در رو بیکارم. اصلا ده سر هم ایاله ها ده گردم. چند نفر از خانوادتون؟ 12 نفری. آجا آسکارایی؟ کارگر با ما چند در آمده تا؟ هیچی ولی هیچ چند نفری؟ چند نفری؟ ما هم اونم من به در آمده فقط کمید امداد خدا سر شده. بعض موقع میرم در تابونی ایلا اولا کمک میکنم. بله بله. دو برش پنجات. دو برش پنجات همه با پنج نفر ها؟ پنج نفر. از چیش بگیم؟ جوان ها بیکار رو بگیم؟ من مخواست فقط اینو بگم. یه جوان لرستانی چرا این کفشش بشه؟ این دلیلی چیه؟ نه جاده داریم، نه کارخونه داریم، هیچی نداریم. همه خیابون رو نگاه میکنی جوان علاف بیکار. حضرت عباسی تهران هم که میریم کار کنیم ما تا افغانی یا منه ما رو سر کار نمیبرم. من کارگرم، یه ماهی میرم تهران کار میکنم، بعدش میرم اینجا بیکاری میخورمش. بودم درس بخونیم و درس خونیم تموم کردیم الان هیچی هیچ. اما الان نه تنها من، حالا 100 تا جوان الان تو روسا بیکاره. کارمون هم بیکاریم. هیچ شغلی نداریم. در سال در این 12 ماه بیکار. نو نفرم عائله دارم. بسرا چه کارن؟ والا بیکاره ها هم تیرو کاری کنن. دو تا بچه دارم، 3 تا الان بیکارن. شوهرم بیکاره. ما زندگی نداریم. ما اصلا ورد زندگی نداریم. ما دیگه از بیچارگی از ناچاری موندیم. 5 تا پسر دارم. یکشون رسنه در کار، 4 تا هستون بیگاه. 150 من حقوق دارم. نمیتونم هفت در آیله زندگی بکنم. بلند سرطان گرفت. 1 میلیون قلب گذاشتیم. کیمون میده؟ جلوی کدوم زمان دست دست کنم میگم پول نمیم میده. بابا من پول نمیخوایم. به خدا پول نمیخوایم. کار میخواستیم. کار بکنم نون حلا در بیارم. شوهرم دو پاس سرده نمیشه. من آیده سرده آخوزم. سیده دو آفرمون. بازاشی من بگم به خونه آلا قشیرم. سرمان نداریم. یه وامی که میخوان بدن پدر مردم دارم یه جوانامون بیکارم برسی سر و سیه کار کنم دارم کرایه میدم بار خدا به دارمون برسی رفاه اجتماعی نیست جوانا خود کجا برسی. بینندگان عزیز تلویزیون پرتو درود بر شما. پدرام نواندیش هستم. به همراه همکارانم برنامه نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران را به شما عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم علی‌رغم خستگی ناشی از کار و تلاش روزانه همکنون به دیدن برنامه خودتان نشستید. حسن روحانی بعد از گذشت 100 روز در مصاحبه تلویزیونیش به مانند اسلاف خود با نیشخندهای و وعده داد که در روزهای پایانی سال جاری سبدهای کالایی را تهیه کرده و به اصطلاح به خانواده‌های کم درآمد تقدیم می‌کند. چند نکته را در این رابطه قابل مشاهده است. اول اینکه شدت تحمیل فشار بحران اقتصادی از سوی رژیم اسلامی به زندگی میلیون‌ها کارگر و توده کارکن جامعه ایران به گونه ای افزایش پیدا کرده که خود کار به دستان رژیم اسلامی نیز از جمله حسن روحانی قادر به پنهان کردن گرسنگی و فلاکت میلیون‌ها نفر کارگر و خانواده‌های آنها نیست. دوم اینکه
با توجه به واقعیت‌های فلاکت‌بار اقتصادی جامعه ایران ناشی از حکومت سرمایه‌داران اسلامی، شورش گرسنگان و اوجگیری اعتراضات کارگران و توده‌های کارکن جامعه، کابوس همیشگی خامنه‌ای، جناح‌های رنگارنگ آن و اکنون دولت حسن روحانی را شکل داده. وعده های این چنینی و اخیراً سبد کالا به واقع نوعی تلاش برای جلوگیری و از شورش ترس از شورش گرسنگان جامعه است. به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم. مطالبه افزایش دستمزدها به میزان تا 2,000,000 تومان، همچنین خواست پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در صدر مطالبات برحق کارگران و بازنشستگان قرار گرفته است. کارفرمایان و دولت آنها را به چالشی جدی کشونده است. کارگران هر روز محوطه کارخانه را با تجمعات اعتراضی خود به اشغال در می آورند. دامنه تجمعات اعتراضی از سوی کارگران به مقابل مراکز اداری و استانداری ها بیوت نمایندگان خامنه‌ای جنایتکار کشیده شده. در چنین شرایطی است که رژیم اسلامی از یک سو با سیاست تشدید اعدام و سرکوب در جامعه و از سوی دیگر با چنین اقدامات پوپولیستی قصد کمرنگ کردن و به حاشیه بردن خواست و مطالبه افزایش دستمزد را در دستور خود قرار دادند. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت سبد کالا به بخش محدودی از مردم جامعه به واقع تکه کردن دستمزدهای کارگران است. نباید آن را به حساب دست و دلبازی های سرمایه داران و رژیم اسلامی اونها گذاشته شود. این بخش بسیار ناچیزی از آن ثروت های افسانه ای و عظیمی است که توسط خود کارگران تولید شده است. توسط سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به تاراج برده می شود. با اعتصاب و گسترش دامنه اعتراضات بایستی رژیم اسلامی سرمایه داران را وادار به عقب نشینی ساخت. اما در هفته ای که گذشت اولیا علی بیگی رئیس کانون شوراهای اسلامی نام 3 نفر از اعضای اصلی گروه به اصطلاح کارگری جهت شرکت در جلسات تعیین دستمزد سال 93 را اعلام کرد. احمد رضا معینی، محمد رضا بقائیان و هوشنگ درویشی 3 نفر شرکت کننده در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار هستند. راستش من تعمدن واژه کار را از این تشکل‌های دستساز سرمایه‌داران و دولت اسلامی اونها حذف کردم تا جایگاه واقعی آنها و بی‌ارتباطی این افراد و تشکل‌های آنها به منافع کارگران و توده‌های کارکن جامعه را با وضوح بیشتری نشان دهم. یکی از افراد شرکت کننده در جلسه شورای عالی کار همین هوشنگ درویشی است. هوشنگ درویشی در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس گفته که اگر کارگران خواهان افزایش دستمزدهای خود باشند، کارفرمایان اخراج را در دستور خود قرار خواهند داد. گفته تهدیدآمیز هوشنگ درویشی بیانی از خواست کارفرمایان و دولت اسلامی اونهاست و هیچ ربطی به کارگران و منفعت عمومی اونها و توده های کارکن جامعه نداره. روز شنبه 21 دیماه کارگران کارخانه ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز مقابل دفتر آخوند مجتهد شبستری نماینده خامنه‌ای در تبریز تجمع کردند. کارگران کارخانه ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز بیش از 9 ماه که دستمزدی نگرفتند. علی‌رغم اعتراضات مکرر کارگران، نه کارفرما و نه مسئولین رژیم اسلامی گوششان به دکار خواست و مطالبه برحق کارگران نبوده. پس از نوشتن نامه‌ای برای استانداری رژیم از سوی آخوند جانی شبستری، کارگران معترض به سوی استانداری آذربایجان شرقی حرکت کردند. کارگران مقابل استانداری به سر دادن شعار پرداختند و قصد ورود به کاخ استانداری را داشتند که نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی مانع از ورود کارگران به محوطه استانداری شدند.
در ادامه اعتراضات کارگران، معاون سیاسی استانداری وعده داد که طی در روز آینده مطالبات کارگران را در جلسه شورای تامین استان بررسی خواهد کرد. کارگران کارخانه خواهان پرداخت 9 ماه دستمزدهای موقتی خود شدند. تمدید دفترچه‌های بیمه خود و خانواده‌هایشان، پرداخت دستمزدهای بازنشستگان و سنوات کارگران بازنشسته از جمله دیگر خواستهای کارگران معترض کارخانه هستش. صبح روز یک شنبه 22 دیما 1000 نفر از کارگران کارخانه پتروشیمی رازی در اعتراض به تبعیض و سطح پایین دستمزدهایشان در محوطه این کارخانه تجمع کردند. اعتراضات کارگران کارخانه پتروشیمی رازی روز 18 دیما در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این کارخانه در بندر خمینی آغاز شد. روز 19 دیما نیز کارگران به تجمع اعتراضی خودشون ادامه دادند. همچنین روز یک شنبه 22 دیما کارگران کارخانه تجمع اعتراضی خود را در محوطه این کارخانه ادامه دادند. به گفته یکی از کارگران، از مجموع 3000 نفر کارگر کارخانه پتروشیمی رازی، 1850 نفر کارگر پیمانی هستند که سطح دستمزدهای آنها با پرسنل اداری شاغل در این کارخانه تفاوتی فاحش دارد. همزمان با ورود حسن روحانی به اهواز، 1000 نفر از کارگران کارخانه مقابل دفتر مرکزی کارخانه در بندر خمینی برای چهارمین بار تجمع اعتراضیشون رو برگزار کردند. مالک کارخانه ساکن کشور ترکیه هستش و تاکنون نسبت به مطالبات کارگران کارخانه واکنشی نشان نداده. اما صبح روز دوشنبه 50 نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع اعتراضی کارگران در پی انتشار خبر سفر حسن روحانی به اهواز صورت گرفت. به هر حال حسن روحانی دوشنبه اهواز به اهواز نرفت، اما صبح سه‌شنبه 60 نفر کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز تجمع اعتراضی خودشونو در مسیر حرکت حسن روحانی از فرودگاه برگزار کردند. کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز مدت 38 ماه بلا تکلیف ماندن. یکی از کارگران کارخانه میگه که کابینه احمدی نژاد در دومین سفر استانی به اهواز طی مصوبه اعلام کرده بود که مالکیت کارخانه به وزارت صنایع و معدن واگذار خواهد شد. اکنون 38 ماه است که تکلیف حقوق کارگران کارخانه اصلا معلوم نیست. بحث پرداخت حق و حقوق کارگران کارخونه که به میان میاد، نه مالک آنها یعنی بانک‌های ملی و ملت با آن گردن می‌گذارند و نه وزارت صنایع حاضر به تقبل پرداخت حقوق کارگران گرسنه و فقیر این کارخونه هستش. آنچه که کارگران بران یقین دارند این حقیقت است که منفعت سرمایه داران، بانک‌ها و دولت اسلامیان‌ها در تضاد کامل با منفعت کارگران کارخونه هستش. فقط با اعتراض و کشاندن دامنه آن به مقابل مراکز رژیم اسلامی هستش که باید اونها رو یعنی رژیم اسلامی و کارفرماها رو وادار به پذیرش خواستهای به حق خود کنن. سفر حسن روحانی و دیگر آدم کشان رژیم اسلامی به خوزستان و یا هر جای دیگر ایران را باید به صحنه اعتراضات گسترده کارگران و مردم به جان آبده تبدیل کرد. اما بشنوید خبر که بیانگر درجه ضدیت این رژیم با کارگر توده کارکن جامعه هستش. رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت استان فارس با صدور بخشنامه شماره 92-10-158 مورخ 23 دیما به درمانگاه های تحت پوشش خود دستور داده که از پذیرش کارگران غیر رسمی یعنی کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت و ارائه خدمات پزشکی به این کارگران خودداری شود. فریدون جمشیدی که به عنوان ریاست خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت استان فارس یدک میکشه این عنوانو به رؤسای درمانگاه‌های موجود در مناطق عملیاتی آغار،
دالان، لاوان، گاز پارسیان، تابناک، ایثار و سعادت آباد و فراشمند اسوان دستور عدم پذیرش کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرده. کارگران شاغل در این مناطق میبایست به این بخشنامه ها وقعی ننهاده و با اعتراضات خود رژیم اسلامی را به عقب نشینی از صدور چنین بخشنامه هایی مجبورشون سازن. و اما خبر دیگر، صبح روز سه‌شنبه 24 دی ماه تعداد 69 نفر از کارگران یک کارگاه پسته پاکنی بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن مسموم شده و 39 نفر از این تعداد برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. مدیر اورژانس کرمان علت مسمومیت کارگران کارگاه را عدم تهویه مناسب هوای کارگاه اعلام کرد. عزیزان بیننده، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید از شما سپاسگزارم. برای ما اخبار، نظرات و پیشنهادات خودتان را به آدرس tvparto@gmail.com ارسال کنید. همواره شاد و پیروز باشید.